عقب نشینی پرشتاب نیروهای حکومتی از ولسوالی ها و نگرانی شهروندان از سقوط ولایت ها به دست طالبان. یک ماه و 20 روز گذشته برای نظامیان افغان خونین و شکست بار، اما برای طالبان پردستاورد بوده. در این مدت طالبان 65 ولسوالی را تصرف کردند. تنها امروز 7 ولسوالی در شمال کشور، تخار، جوزجان و بلخ به دست طالبان سقوط کرده است. سقوط هایی که به گفته معاون نخست ریاست جمهوری ایجاد خطهای باریک از سوی طالبان است و به گورستان این گروه مبدل خواهد شد. نگران کننده اما این که طالبان تا دروازه های شهر میمنه و مرکز ولایت تخار رسیدند. سرقومندان علای قوای مسلح اما امروز در پشت دیوارها در ارگ ریاست جمهوری جلسه سرقومندانی علا گرفته و به مسئولین نهادهای امنیتی هدایت داده تا در برابر پلانهای دشمن اقدامات قاطع و همجانبه کند. اما این که سقوط پیهم ولسوالی ها به دست طالبان نشاندهنده چیست؟ عواقبش چی خواهد بود؟ برنامه حکومت برای جلوگیری از سقوط این ولسوالی ها و سقوط ولایت ها چیست؟ در برنامه امشب بازنگاه به آن خواهیم پرداخت. من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من آقایان امان الله پیمان، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، محمد آصف صدیقی، عضو مجلس سنای افغانستان و نظام الدین قیصاری، فرمانده پیشین ولسوالی قیصار ولایت فاریاب از طریق خط سکایپ از ولایت بلخ در برنامه با ما وصل هستند. بسیار خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای قیصاری، در شمال کشور مخصوصا ولایت هایی که شما و مارشال دوستم اونجا نفوذ زیاد دارین، در این روزها وضعیت کاملا نگران کننده است و ولسوالی ها یکی پس دیگر سقوط میکنند. فکر میکنین دلیل چی است؟ چه جریان داره در شمال کشور؟ سلام به شما، سلام به همکارایتان، سلام مهمانای شما، سال خوش شدم. دلیل اصلی حکومت های مردی از پاریاب شروع کنن، از پاریاب، جاویجان، سرپور یا بل، اینا بسیار ضعیف هستن. اینا قماندان داره، ولی داره، خدا لوا داره، همه چیز داره، قماندان قلورده داره، اینا کلان ضعیف هستن. اگر اینا ضعیف نمی بود این پاجیه نمیشد. اگر کماندان که جنگ کنه اسکر داشته باشه، خواهد نوری داشته باشه، طالب چی هست که طالب بیاد پیش بیاد؟ اینا خودشان جنگ نمیکنه یا نمیتونه؟ چطور میگین جنگ نمیکنه؟ آقای قیصاری، خب شما از زادگاهتان میشه مثلا قصه بکنین، اوجا دیدین فرمانده پلیس و ولسوالی قیصار هم جانش از دست داد با یک تعداد از سربازانش، با چه اساس میگن جنگ نمیکنه اینها؟ جنگ میکرد، این قیصار یک نیم سال قیصار اینجا مصرف بود، ولسوالیش مصرف بود، قانونیش مصرف بود. یک سال میشه مردم داد میکشه در ولایت، در قماندانی، در قماندان لوا، در سرمت ملی، دادشان نمیرسد. مصرف، این بالاخره سقوط کرد. قیصار که سقوط کرد دیگه ولسوالی های پاریاب سقوط دارند. این تقریبا حالا 6-7 ولسوالی پاریاب سقوط از دست طالب هاست. از دست طالب هاست دیگر چیه؟ دیشاو، این دیشاو دیشاو یک اندکی اردی قیصار، یک اندکی اردی المار، یک اندکی دندره، بند دندره اونجا بند بسته میشد، دیشاو دست طالب ها افتاد. میفهمید که در قیصار چقدر سایت داشت، 140 انهای تانگ و موتر رو اونجا سایت داشت، کلن دست طالب افتاد. البار همچنان، دندر همچنان، طالب قوی میشه دیگه. اینا خودشان جای نکرده دیگه، اگه جای میکرد یک کنه اگر گرفته میتونه. بله آقای قیصاری، خب شما گفتین از موترهای زرهی، سلاح و آنوی و اینا سربازا هم است، ما میبینیم ویدیوهاش که طالبان نشر میکنه، اینا چرا تسلیم میشن؟ ما عمرم بکنم دیگه. یعنی فکر میکنین یک برنامه است، به اساس یک برنامه تسلیم میشن یا نه طالبا قدرتمند شدن؟ نیسته در نفر جنگ کنن اتون آسان نیسته. یه کندک تسلیم میشه، قماندانی تسلیم میشه، بسته قطار تسلیم میشه، کس پرسان نمی کنن. نمیدارم گفت چی هست. یعنی فکر میکنین یک برنامه مشکل چی هست؟
حتما برنامه نباشه که یک کنه تحصیل نمیشه. برنامه کی است مثلا؟ حتما برنامه است. امرالله صالح گفته که به اساس راستای اطلاعاتی اینها عقب نشینی میکنند. ماهون اول یک کشور است. این بعد یک گپه که میزنه عمل کنه. یک ماهون اول کشور یک گپه میزنه عمل کنه. یک ولس پاره سکوت کرد، دو ولس پاره سکوت کرد، سه ولس پاره سکوت کرد، چهار ولس پاره سکوت کرد، ده ولس پاره سکوت کرد. بعد عمل میکرد. حالا عمل کنه. این شهر مهمان سکوت میکنه میشه. اگر توجه نشه شهر مهمان میشه سکوت میکنه. داخل شهر آمده. دهندر سکوت کرده میشه. منطقه ساوز تقریبا 100 قریه است. 100 قریه منطقه ساوز سکوت کرده. حالا آمده امام صاحب یان صاحب داخل شهر مهمان است. اگر اینا توجه نکنه میشه داخل شهر. بله آقای قیصاری، شما تجربه جنگ در برابر طالبان را دارین، سالهای زیاد جنگیدین، فرمانده یک ولسوالی بودین. نگفتین دلیل چی است؟ چرا ولسوالی هایی که پس دیگر سقوط میکنه؟ آیا برنامه است؟ چطور اینا مثلا میبینین صدها تا نیرو با دهها تا تانک زرهی، موترهای رنجر و سلاحهای دست داشته شان میان به طالب تسلیم میشن؟ ما هم نگفتن شما باید پرسان کنید از حکومت های محلی، حکومت مرکزی، از ماهان سوال پرسان کنید که برنامه چی هست؟ اینا چرا این کار میکنن؟ ولی دید شما چی هست؟ شما پرسان کنید که این گرد چی هست؟ نظر ما یک برنامه هست. اگر برنامه نباشه، این تصمیمات ما همه را گیش کرد. ما را خود شخصا خود ما را شکر کرد. مرد شده مرد نیست. از بس که ما برنامه کی هست؟ آقای قیصاری؟ این کنک تصمیم جا؟ برنامه کی است؟ فکر میکنین چه کسی میخواه اینا تسلیم شوند؟ ما فکر میکنم که برنامه آقای خالدزاد طالب هست. درست. حتما برمیگردیم به شما آقای قیصاری. آقای صدیقی، در حالی که 65 ولسوالی از سوی طالباب حداقل در نزدیک به 7 هفته گذشته سقوط کرده، رئیس جمهور روز گذشته گفته که اگر طالباب خواستار دشمنی هستند جواب سخت میگیرند. فکر میکنید نیب حرف رئیس جمهور چی پیام میده در شرایطی که هر روز مثلا بین 5 تا 7 یا 8 ولسوالیش از دست میده؟ عرض احترام میکنم به شما و جناب وکیل سیاه پیمان صاحب، قیصاری صاحب و بینده های تلویزیون خورشید. بعد از سلام. خوب، رئیس جمهور شعارهایی که میده درست است، ولی گپی است که تمام گپا در امیدوار ازی هستم که جنبه عملی پیدا بکنه و در پالیو از او متاسفانه که اطرافی های ارک است، بدبختانه در این شرط اساسی که ما قرار داریم به عوض از اینکه اینا متوجه و کشور بوده باشند و منافع ملی را در نظر بگیرن، حتی متوفرن هم متاسفانه که برنامه های به این معنی است که فساد وجود دارد، تا اینا در مقابل فساد وجود دارد، در این شرط اساس اینا از ناخون اگار میگیرن، حتی از ولسوال گرفته و تا قماندان و تا والی و احمد محمود مقرری ها، البته یک تعدادشان بیشتر با موچوب قطعی است و بخصوص در گمرکات و البته در تمام جاهایی که منابع عایداتی وجود دارد. بله. اطرافی هر دهی زندبنده ها فوق رده مونه دخیل هستن. امیدوار از یک رئیس جمهور به موضوع آگاهی پیدا کرده باشد و اطرافش که میشن کارهای کسی را دور بکند. کی است که میشن؟ خب در مجموع اکثرا کل گپای ما میدانیم و حتی فرد کشور کسانی که هستن خطاب ما به اونا هستن، ولی هدف ما این است که هر قدر گرفتیم باستان است. فعلا ما در شرط خیلی بد قرار داریم. امیدوار از هستیم که من بعد به خاطر کشور ملت کار بکنیم. در غیر از او رئیس جمهور اینا رو یوتره بکنه، کسایی که واقعا حب الوطن دارد، حب الایمان به کشور دارن، اونا را استخدام بکنه. در غیر از او ما فکر بکنیم که باید داشته باشین همیشه شعار ما بود که نظام ها از درون سقوط میکنه از بیرون، و به خصوص زمانی که یک کشور هم با جنجال ناامنی مواجه باشد، با دشمن و تا پولی و فساد گسترده در درون نظام باشد، این بسیار خطرناکتر خواهد باشد. شما سقوط پیهم ولسوالی ها را دلیل اصلیش فساد میدانید؟ ما فکر بکنم که در پولی که اینجا چند فاکتور است. یک فاکتوری است که ایران ما میپذیریم که بودن فساد است، و در پولی از فاکتور دوم عدم امانگی است، و ما موضوع سومی است که تقرری های که صورت گرفته تا اندازه به عوض که کار به اهل کار سپرده شد و بدبختانه وجود ندارد. موضوع چهارم کسانی هستند که به عوض که مردم با ملت نزدیکتر بستن فاصله های ایجاد کردن به خاطر نبود استعدادشان، بودن فسادشان، عدم همکاری با مردم و عدم تبلیغاتی که بین مردم داشته باشی موصل است. و مسئله پنجمی است که در حقیقت عدم همکاری امریکایی ها قسم کنار شعار دادن در عمل با نظام ما وجود ندارد. یک موضوع خیلی بدبختی است. و موضوع ششمی است که کشورهای امسای ما فوق العاده در نامنی ها دست دارن و مخالفین بسیار به شدت
همکاری میکنن. و مسئله هفتمی است که روسیه و چین در قسمت بسیار سخت علاقمند هستند که جایگاه امریکا را باید پر بکنن. یک خلای جدی و موضوع هشتمی است که میخوان که چه قسم القاعده و داعش همچنان اینجا جابجا شوند که اینا کل یک کتله را ایجاد بکنن. هم به خاطر و موضوع دیگه است که مافیای مواد مخدر، مافیای آسیاب و مافیای مسترده داره. درست آقای صدیقی، ولی در این قسم یک شرایط رئیس جمهور میگه که اگر طالبان خواهان دشمنی هستند باز جواب قاطع و دندان شکن از ما خواهد گرفت. فکر نمیکنین که رئیس جمهور در یک خلای معلوماتی قرار داره، میبینه که طالب با گذشت هر روز به شهرها نزدیکتر شده میره؟ پس از وقفه جواب میگیریم فشرده تر. باز وقفه کوتاه. باب ادامه برنامه خوش آمدین. بفرمایید آقای صدیقی فشرده. من فکر بکنم که رئیس جمهور تا اندازه ما قبلا که اشاره داشت مدافع می بود که اطرافیاش به خاطر بیوازه که وقتا را به رئیس جمهور انتقال بدن، بدبختانه تر بدبختانه هم در تعیینات متاسفانه کسانی هستند این میشن که از سوال کافی برخوردار نبودن و متهم با فساد بودن و دوسیه هایی دارن و غیره و غیره. گپ یک طرف و در پالی از او متاسفانه که در ولایات اکثرا به رئیس جمهور تن و نبود میشه که اکثرا ولایت خیر خیرت است، مشکل نیست و فلان نیست، بسوان نیست، با خاطر کونا کرسی های خود حفظ کرده باشن و در پولی از کسانی که واسطه از شده که اینا را استخدام بکنه تعیین بکنن، اونا هم زیر سوال قرار میگیرن. بنابری همیشه از خیر خیرت گپ میزنن، ولی متاسفانه که رئیس جمهور در شرایط اساسی که فعلا با قرار داریم با کدازی فکر بکنم که جای نخواد گرفت. ما هنوزم دوچار بدبختی ها خواد باشیم. امیدوار هستیم که رئیس جمهور اعضای شورای ملی قبلی را، فعلی را، بزرگان را، کسانی که در ولایت خود نفوذ دارن از اونها همکاری بخواین، در ولایت خود بروند، در قریه قصبات ملت را تبلیغ بکنن و وادار بی بکنن که جنگ دشمن جنگ کشورهای همسایه است و این جهاد نیست و استفاده میکنن که دست به دست هم بتیم. در غیر از موبه داشته باشیم که ما شاید از این خود باشیم که بعد از قریه ولسوالی بعد ولسوالی ولایت ما در سقوط خود باشد و اینا که عقب نشینی تک تکی میکنن زمان عرق سقوط خواهد که بعد از این خواهد گفتن که ولی عقب نشینی تکتیکی بود. درست، تشکر. آقای پیمان، شما حتما صحبت های امرالله صالح را شنیدین. اینا خوب اول میگن سقوط نیست، یک خط باریک ایجاد شده از طرف طالبان که عقبه نداره. در پلوش بعضا میان به گونه دسته جمعی تسلیم میشن نیروها، آنوی موترهای زرهی، ده ها میل سلاح، ده ها میل رنجر، اینا را تسلیم میکنن. آقای صالح میگه این راز اطلاعاتی است. من میخوام شما بگوین راز اطلاعاتی سقوط های پیهم چی است به بار شما؟ به نام خدا. سلام خدمت جناب سناتور صاحب و قیصاری صاحب و همکارای شما و ملت عزیز افغانستان. ما این مورد چی تبصیره کنم؟ در این مورد بعد خود معاون صاحب امرالله خان صحبت کنن، به مطبوعات، به مردم افغانستان وضاحت بتن که قصه چیست، داستان چیست. یعنی این خط باری که شما که نقشه کشیدی شش هفت ماه مسائل جلسات شش نیم در افغانستان جریان داشت و به می ترتیب مسائل زیادی که پیشتر کسی هم به او اشاره کردن. ما فکر میکنم اگر شما تنها به داستان خود همین قیصاری صاحب دمی یک سال یک نیم سال با جنرال دوستم زده بنده ها چرخ بالایی که خانه از ایره زد ایره آوردن پس روان کردن، قصه و داستان چی بود؟ فعلا انتقال جنرال دوستم به ترکیه، سپردن میدان هوایی افغانستان که حالا گبه مریله رسه که میدان هوایی کابل ما چگونه امنیت چه بگیره، این داستان خودش واقعیت های افغانستان هم میرسانه و اون منعکس میسازه که در کشور چی جریان داره و میخواهند چی بکنه. و مهمی است که جمعی از حکومتی ها به فکر هستن که مخالف سیاست نباید تحمل کنی اما دشمنت باید تحمل کنی، دشمنت باید قبول کنی، ولی مخالف سیاسی تا، مخالف دیدگاه تا، مخالف کمی ها و کاستی ها تا باید تحمل شنده داشته باشی و باید حذفش کنی. یعنی راز اطلاعاتی که آقای صالح میگه همی حرف است که شما میگه شاید همی باشه که ما میدان آقای کابل در فکرش هستیم و باید ایره به ترکا بودیم. بله. و تیاره ترکیه هم مثلا جنرال دوست ما یا میبره او فرار میکنه و انتقال میده. بین راز اطلاعاتی بگویم که دمی چند دو سال یک سال یک نیم سال بعد از زدن خانه قیصاری صاحب، گرفتاریش، آوردنش در کابل عزیز ما هستن و پس روان کردنش، پس خاموشیش، پس بودنش در کنار حکومت استفاده کردنش، جنرال دوستم خواستن کنار آوردن، باز مابین از اختلافات این داستان ها کجا رو میرسانه؟ چی میخواین چی بکنین؟ میخواین ایواز ازی که این مردم فرموده که پیشتر و کسی گفت که باید تمامی دیدگاه یک مخالفی داری که
اما دشمنی دشمنت میگه دوست تست، مخالف سیاسی تست، با نظریات است، با کار داد، با کار کردت، با عمل کردت، با تو موافق نیست، اما در برابری دشمنت عملا می جنگه. ایواز ایزی که تو زمین سازی کنی برش، تو حتی حاضر نیستی که رویش ببین، ولی در برعکس ولسوالی ها و ولایات تا، و ما ای تو تصور میکنم که در شمال یک نقطه عجیب غریب وجود داره. ایرم بارها گفتیم و بار دیگه هم بریزی تاکید میکنم که آمریکایا یک دیدی خوبی به منطقه و جغرافیا ندارن. مسائل حضور اقتصادی چین، این مسائل کرونا که به وجود آمد، این مسائل فعلا چرا در چین یک نفر بیمار شما ندارن و کل دنیا را چیز تهدید میکنه؟ اینها مسائلی هستند، مسائل اقتصادی، مسائل روس، مسائل آسیای میانه، همه مسائلی هستند که این تنها به اینجا منحصر نمیشه که افغانستان چی گذشت. آمریکایی‌ها این دیده بسیار طولانی برای اون مناطق دارن و این جنگ ادامه پیدا میکنه و مطالبی در شمال میافته است. اکثر ولسوالی های سقوط شده در ولایت های شمالی هستند، مخصوصا ولایت هایی که مارشال دوستم اونجا پایگاه مردمیش است یا نفوذ بیشتر داره. فکر میکنین یک پلان است برای ولایت های شمالی؟ قصدن نام شده یک سناریو جریان داره چی است؟ قطعا پلان است، ولی من نمیگم که پلان از طرف کی است. ما بیشتر آمریکایی ها را در این مسائل، آمریکا میا سالهاست ما با پاکستان میجنگیم و فکر ما نیست که پاکستانی ها دشمنی ماستن، درست؟ ما مسائل مشکلات زیاد داره، نه از اونجا تمویل میشوند دیگه میشوند دیگه میشوند، ولی برعکس اون روز آمریکایی ها، اون روز هم در بس شما گفتم آمریکایی ها باید قید هستن که در منطقه در پاکستان باید اونجا موضع چیز پیدا کنن، به اصلاح پایگاه ها پیدا کنن و از اونجا افغانستان کنترل کنن. خب از این معلوم میشه که دین روز ما جمع کنترلش میکردی، دین روز همی طالب و القایده و داعش از زدی که تو تروریزم هستی. امروز در میز مذاکره همراه شش تایی ما بارها گفتیم که یعنی میگی در کلان پلان آمریکایی هاست، آمریکایی ها میخواهی که شما قطعا آمریکایی ها پلان دارن، ولی یکی در اینجا چکره ها کی هست، در اینجا ها ما کدام همان عاملی و اصلاح قضای ها مشه این بس هست. آلی بس سری از این میگه که بنام دولت اگه حکومت کسی وجود داره، خب شما چی میکنین؟ آقای امرالله خان شما چی میکنین؟ دکتر صبغنی خودت چی میکنی؟ با صداهایی که از ارد میبره، یک وقت من برایشان گفته بودم آلی بس های ما بس دشمنی نیست، دشمنی فکرش نکنید، ما در کنار شما فعلا ما قربانی دادیم، اون شب جنگ کردیم، ما زدیم حداقل یک 10 نفر طالب کشته شد، با وصف از اینکه هیچ چیزی برای ما نمیرسه در یک معاصره کامل هستیم، ما در کنار تو جنگ کردیم، تو ما را دشمن میدونی. ما برات بارها گفتیم که صداهایی که بسیار میخوای از ارد منفجر شو، هیچ جای منفجر نمیسازه، اما تانک حامی تر پر میکنه، طالب که انفجار میته هم خانه پشتون افغانستان میزنه، هم خانه تاجیک چه میزنه، هم ازبک هم هزاره چه میزنه. فعلا دمو شد سمت که ولسوالی سقوط میکنه، دم قیصار هم پشتون تم است، تاجیک مام است، ازبک ازی هم است، هزاره از اون است. چرا این رقم میکنین؟ چرا با دشمنی با ملت افغانستان به همه سرنوشتش پاسخ میدین؟ تشکر برمیگردیم من با شما. آقای قیصاری، از شما هم حداقل حامیایتان یا کسایی که برتان روزها چندین ولایت را مسدود کرده بودند توقع دارم. در وضعیتی که مثلا زادگاه شما قیصار سقوط کرده، 4 یا 5 ولسوالی دیگه مثل دولت آباد، شیرین تگاب، خواجه سبزپوش، جمعه بازار و حتی تا حومه های اطراف شهر هم رسیده، طالبا اطراف شهر فاریاب، توقع داره که شما چی میکنین؟ به جای از اینکه در قیصار و در فاریاب باشین، در مزار چی میکنین؟ که داره ما در بخود اگر برم در فاریاب باز یک توتی بزرگ است. شما از خودتان شاید زنت میتره ما چقدر توتی شده، در فاریاب شد، در مزار شد، در کابل شد، باز اگر ما سر بخود برم باز توتی بزرگ است. حکومت اگر بخواه ما را به رسم رایی کنم یک فاریاب نیسته، هر ولایت بگم ما میرم، هر ولایت ما آزماده است. یعنی از ترس توتی حکومت نمیرین به فاریاب؟ مجبور هم بار برم توتی ها تد بزد میشه دیگه، اونجا رقب های سیاسی است، طالب دشمن ما است، پاکستان سخت دشمن ما است، صد بزد توتی ها میشه دیگه. بله، به حکومت مراجعه کردین در امی روزها، مخصوصا در وضعیتی که فاریاب در آستانه سقوط قرار داره، مراجعه کردین برای از ایک شما را بفرسته به فاریاب؟ شش ماه میشه ما میجارم چی میکنم، شش ماه میشه ما داد میکشم که در رسانه در حکومت مرکزی، حکومت محلی، دیگه بزرگا ما میگیم که آماده هستم که ما مقابل طالب جنگ میکنم، جنگ میکنم در هر ولایت. یک فاریاب ما نخواستم، اگر هر ولایت که
بدترین جای از جنگ جنگ است ما را اونجا رای کنه ما نمیگیم که ما را مستقل پایم رای کنه یا سربر رای کنه هر ولایت افغانستان مازور است اما پاسخ چی بود از طرف حکومت برتان؟ این خامش است خامش است شاید قیصر رو میگه رای کنم یک مشکل بزرگ شود چی مشکل میشه ما مقابل طالبستا شو مردم را دفاع کنم مردم را حمایت کنم مردم را نگاه کنم مردم را کمکش برسن این چی مشکل میشه آقای قیصری خوب درست است خودشان نمیخواه بله خودشان نمیخواه اگر بخواه یک طالبه بزنه ما حاضر است عملی آدم یک کار بکنه عمله بکنه کس که حاضر است دک دبا کار میگه که میتونه نمیتونه حالا بله. طالب که دشمن ما شما دشمن افغانستان است طالب درست. طالب دوست ما شما نیست اگر دوست باشه که این کار نمیکنه مردم هم یک شهر سلک خراب میکنه تمرای مردم هم بیجار میتن تمرای ساختمان های قماندان های انفجار میته تمرای مکتب های انفجار میته تمرای کلینیک های انفجار میته از دشمن ما شما نیست درست برمیگردیم حتما به شما آقای قیصری سر ما شماست ولی حکومت مرکزی که نگاه میکنه سعی میکنه توجه نمیکنه ما ایران ما نمیگه گپ چی هست بله تشکر حتما برمیگردیم آقای قیصری به شما وقفه کوتاه باب ادامه برنامه خوش آمدین آقای صدیقی خب شما در همین گونه یک وضعیت میبینین که هر روز میگذره یک دو ولسوالی سقوط میکنه یک تغییرات گسترده هم آمد در رهبری نهادهای امنیتی و دفاعی کشور فکر میکنین کارساز است پس زی پدقل میشه ما دل ببندیم به اینکه نیروهای امنیتی توقف خواهد داد می روند سقوط ها را ببینیم متاسفانه شما اگر ما متوجه شده باشیم هر روز اگر ما مسئولین امنیتی رو ببینیم از صبح تا بگیم شورای امنیت هستند بله. در دفتر شورای امنیت اینا جلسه دارن این وطن جلسه را تباه برباد ساخت شور بخوری جلسه است اول برو در عمل پیش برو همین سرا همین سران سکتور امنیتی که در وجود در حقیقت وجود داره به ادعای که جلسه در شورای امنیت میگیرن در اولاد در ولسوالی ها برون در قرعه در قرجات برون این به ایمان نمیشه در پولی ازو و در ولایات در کندک یا در توله یا در بلوک و ای ببینیم این وزیر داخله یا وزیر دفاع و رئیس امنیت امنیتی سقوط نمیدن یا تحسین نمیشون نه تسلیم میکنند شما علت چی است انگیزه چی است چرا شیوا روان است چرا مانیش نشدیم علت انگیزه را ما بپرسیم آیا به اینا ماشون در وقت زمان نرسیده است آیشا نرسیده است زمانی که اینا سر صدا میگن که یک هفته میشه یک ماه میشه سر میشه ما در محاصره قرار داریم با اینا همکاری صورت نمیگیرد علت انگیزه یا اینا خرید فروش میشن یا از طریق بزرگا میانجیگری یک کمپاین میشن میانجیگری میکنن راههایی باید پیدا شود علت انگیزه که گپ چه کجا قرار دارد ما اینجا از صبح تا بگر از ببینی که از این صبح در دفتر شورای امنیت جلسه است تا نه وقتای شب و اون بنده خود اون مسلمان جلسه را در شورای امنیت کسایی که فعلا قرار دارد دوستای ما اینا چقدر تجربه نظامی دارن در بخش نظامی اینا تجربه اینا در بخش نظامی مشاور نظامی میتن بدبختانه بدبختانه ما را که بدبخت ساخت همین بدبخت ساخت در کشور ما در وطن ما کار به اهل کار سپرده نشد کسانی که مسلکی بودند کسانی که حب الوطن داشتند کسانی که آری از فساد بودند کسانی که چوب خطی نداشتند میخواستند که به وطن کار بکنند و در پولی از اون همه ما مراجعه بکنیم در سکتور امنیتی مراجعه بکنیم معاکرین ما دوستای ما شهدای ما زخمی های ما که اونا مراجعه میکنند در وزارت های مربوطه تا زمان که اونا پول برداخت نکنند کارشان اجرا میشد یعنی یک بدبختانه یک بوروکراسی فوق العاده وجود دارد تنها با یک تغییر تبدیل یک شخصی وطن گلگلزار نمیشد امیدوار از این هستیم که در تمام سکتور باید تغییرات به وجود بیاد کسانی که واقعا کار میکنن اونا باید استخدام شود از جنرال های باز نشسته که متقاعد هستند اونا معاش میگیرن موتر در خدمتش قرار دارد تمام امکانات از برخوردار هستند از تجربه از اونا استفاده بکن بخوایشان به خاطر که اونا همیشه در نظام در خدمت نظام قرار داشتن و اصلا معاش فعلا بر حال میگیرن از امتداد حکومت برخوردار هستند از اونا استفاده بکن برای مطبوعات کار بکن و صدا بکن که امروز شعار ما که شعار به خاطر است که ملت وحدت بسازیم امروز ما صحبت میکنیم هر یک ما در حقیقت به نوع غیر مستقیم با طالب کمپاین میکنیم ما را آگاهی بده ذهنیت بده بالای مطبوعات کار بکن از اونا کمک بخوای به یک تازی کار بسازیم از جامعه مدنی کار بخوای کمک بخوای که امروز واقعات را برملا بساز و بگی که خلیزاد وطن بدبخت ساخت با طالب معامله کرد ایشی و ای گپا وقتا را انتقال بده که ملت بفهمه که گپ زیر کاسه نیم کاسه گپ چی است این ولسوالی که سقوط میکنی گفته قبل که شما اشاره کردین پیمان صاحب اشاره کرد که مامان صاحب اول میگه که دی یک راز نهفته است خداوند خود انصاف بده به ایرازت که
تنها شعار تو از طریق فیسبوک هست که در داخل قصر شدی شعار میتی فیسبوک می از طریق فیسبوک وطن کنترل میکنی، فقط فیسبوک بازی میکنی. ولسوالی ها را سقوط کرد، سقوط شد. جوانای ما قهرمانی هم به شهادت رسی، هفته ها محاصره مان و از طریق فیسبوک روز کمپاین کرد روان هستی، از وارز وطن با خبر هستی. اینا به واسه که متوجه ازی باشن بیشترشان متوجه منافعشان هست. اگه توجه نشه فکر میکنین عاقبت چی خواهد شد؟ اگه توجه نشه ما فعلا در سناوش دکتر نجیب قرار داریم، ولی از او بدتر سقوط، از سقوط بدتر. در زمان دکتر نجیب خو یک امیدواری او بود که دو بلاک کار میکرد، یک بلاکش با امریکایی ها معامله داشت که از طریق پاکستان، عربستان و سعودی، پاکستان، ایران دروازه‌هاش باز بود، مهاجر افغان میرفت اونجا یک جای بود. ولی ما خو یک وقت ریفرن قرار داریم که از او یک بدبختی است که سرحدای ما بند از دیگه بند است. ما دیگه یک بدبختی رای و خداوند تو روز با ما نبرد و اگه این شرط باشه ما از او بتر خواهد باشیم. ولی بزرگاه که فقط روی از دیگه است که معامله بکنه. بسیار تشکر آقای پیمان. روز گذشته رئیس جمهور گفته که حملات اخیری که طالبان انجام میده پرسش برانگیز است، یعنی اونا هم نمیدانه چی جریان داره، میگن که پرسش برانگیز است و میگه که در رقیب خشونت ها و حملات دست های وجود داره. چی برداشت میکنین از این کلمات؟ والا ما چی بفهم گپای دکتر سیوا که او چی میگه؟ او دو جو شیشته شما یک پرسان کنین. اما میگن که دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود. خب دوستای نادان زیادی را چند تا به دور از جوان ها و شخصیت های ما که کلگی جوان ها قربانی هستن، بزرگای ما چند تا کسای فیسبوکی رو گفته خودشان گفته وکیل سیب در اطراف ها جمع کردن و فکر میکنن دو تا سخنگوی وزارت داخله و دفاع که می صحبت میکنن. خدا شاید باشم من رنج میبرم، من نمیگم من با اونا مشکل ندارم، اونا عزیزی ما هستن، بیان چیز کنن. ولی خب به هر حال ای تو نمیشه که ما از کسایی که واقعا تجربه دارن ولو که مخالف ما باشن، دیگه های مخالف ما باشن، باید ما همراهشان صحبت کنیم و با اونها نظریات خود شریک کنیم، از پیشان حمایت بخوایم، کمک بخوایم. کسای زیادی هستن که اعمالی با ما مشکل دارن ولی با طرف مقابل ما که دشمن ما باشه با او بیشتر از ما مشکل داره. در اینجا با افکار مشکل داره، در اونجا با سنگر مشکل داره، با جنگ مشکل داره. چرا استفاده نمی کنین در داخلی ارگ ریاست جمهوری چیشتن؟ یک وقت به ما امریکایی ها گفتم خود تو خوی قدر سمیت و کاخ زدی در اطراف سفارت یک دفعه تا شهر نبرید. آلی مثل مواری دکتر سیب غنی امرالله خان یک روز بیان در شهر نو پای پیاده قدم بزنن بفهمن که عمق مشکل در جامعه با چگونه است که نمیتونن متاسفانه. امرالله سالی گاه گاه قدم میزنه ولی متاسفانه کل شهر بند میشه. قدمایی که کل گیره با یک مشکل رو بره. و هر حال ما برشان ایتو میگم که بیاین خدای نخواسته از دشمنایی به اصلاح فکریتان، از بدبینای فکریتان که برای شما یک مشوره سه میتن حتی دمی فرصت هم استفاده کنید. دو ما براتون مشوره میتون سر از سوام مذاکرات تا اگر واقعا مرد هستی و میتونی در میدان جنگ بزنی دشمن تا با آیت رفتگیت به استانکزه بگو که گوشات بگی توبه کده تا افغانستان پس تا شام بری ما میرسی. خلیلزاد بگو که در ظرف 24 ساعت افغانستان نه هستی ترکش کو، اگر نیستی دیگه افغانستان آمده نمیتونی. آمریکایی میبرایی نمیبرایی باز آینده خودت خودت فکر کو. اینجا ملت افغانستان است، بیاین مو شما بشینیم. تمام مخالفین موافقین تا هم مگیش از لحاظ سیاسی صدا کو، یک روز یک مجلس ها بگی بو کی چی کرده میتونه. اما اینا جمع میشن این مخالفین و موافقین؟ چرا جمع نمیشن؟ ما دیدگاه سیاسی مخالف دارم ولی با طالب جنگیده روان هستم. امروز به ریاست امنیت زنگ زدم که برو داری بچه ها اکمال کو. با افرادش میگه که ما میمات روان کنیم، میگه تیاره نبود روان کنیم. خود تو همه قبول که ما چوکی همی میماتی بچه را برسان، تو امکانات چه برسان، تو نان چه برسان، تو آو چه برسان، بچه خودش میجنگه. ایتنیست که این بچه های اردو به خوبترین بچه های اردو رو تلفات میتیم، خوبترین بچه های پولیس میتیم. این خوی که بیغیرت نیست که سنگرش ایلا کنه، بیغیرت از این شده است که وضعیت ما معلوم نیست، بیغیرت و بهیمت از این شده است که مرا نمیفهمه که ما در چه معامله روان هستم. این کمک نمیرسه برشان میگه، نه تنها کمک نمیرسه که زنی همی که میگویی چی میشه. خب بیا مرد وارد تلویزیون بشین همین رازهای پنهان دکتر سیب بگو که اینمی قصه وجود داره. قصه چه وجود داره؟ خلیلزاد چه میکنه؟ آمریکایی چه میخواد؟ پاکستان چه میخواد؟ ایران چه میخواد؟ او چه میخواد؟ کلش بگو برای ملت افغانستان، بعد برش بگو که
من مینیزی کلان ریسفتان بیای ریاست جمهوری دم پس اینا نمیدانن ظاهرا مثلا من نقل قولایی که از طرف رئیس جمهور کردم برتان اینا شدت جنگ را پرسش برانگیز میدانن یعنی اینا نمیدانن که در عقب چه جریان داره که اینا بیان بر مردم افغانستان توضیح بده یا آقای سالی رو ببینین میگه یا خط باریک ایجاد میکنن چرا باریک مال برام نوشته کردن که در تلفنایی که برام نوشته کردن که قندوز در حالت سقوط است تخار محاصره مطلق است بدخشان چه حالت داره فاریاب می قسم عالی اگر فکر میکنین که بدخشانی و تخاری و قندزی از لحاظ قومیت براتان مشکل داره باید چنین مشکلات را ای قبول کنه خب از او قوم باز آقای امرالله خان هم است از او قوم دیگه مردم تم است از او قوم ازاره باز در کنار در کسی اگر بس بس قومی است خدای ناخسته باز هر کس بفهم خودش میدانه او قومش اگر میخواین که به اصطلاح شرایط افغانستان و دیدگاه های سیاسی و مخالفت های فکری اقوام بای گونه مدیریت بکنید این یک گپ خوب نیست اگر میخواین که واقعا افغانستان هم این نیست اگر افغانستان داشته باشه مشکلی وجود نداره بسیار کسایی است که اعمال دهلمند همه روزه بچه بدخشی قربانی میتن برادر ما در بدخشان هم به منافع تو میجنگم دهلمند هم میجنگم مرده ما از هلمند میاد خب ده سال او روز هم به کسایی نوشته کردم همیجا این همی دکتر سبغانی گب من میشنو همی امرالله خان میشنو همی تابال چند نفر بچه هلمندی را چند نفر بچه قندهاری را مردش خدا نکنه خدا نکنه خدا نکنه از بدخشان انتقال داده روزانه ده ها تا بچه بدخشی و تخاری و فاریابی و چیز از ایلمند قندار اینجا معلوم است که من در کنار تو ایستاد هستم ولی معلوم است که تو در کنار من ایستاد نیستی قندو سقوط کرده است تو نانی بچه من نمیرسانی در چشتی امرالله خان تو از آدرس یک مردم آمدی دین روز ماوی نبودی مثل ما وارد کوچا میگشت دین روز ما وکیل بودم امروز به جامعه برگشتم شندلق میزنم در شهر نو سبا باز شندلق شاید تو امکانات زیاد داشته باشی بروی بیاد که میگم که با قدرت تمام در هستی تصمیم گیری قدرت است کی؟ اینو امرالله صالح میگه خب کی است بیاید که فیصله کنه که اینمی لحظه امرالله خان آماده شد شاید یک گپ قصه ما و امرالله خان داشتیم ولی و از او گپ ها بسیار با جزیاتش نمیرم با خدا قسم است که ولی ما وقتی که یک چیزی بسیار کوچک از پیششان خواستم از دفتر امرالله خان برای پیام اومد که زورم نمیره درست تشکر زورت که نمیرسه خب ما هم دیدیم که زورت یک چیزی نمیرسه 50 لک افغانی در جو مصرف میشه تو زورت نمیرسه خب ما سوا صدلک از کجا کنیم که تاوان بتون ولی بازم ما در کنار مردم خود هستیم ان شاء الله محمد آصف صدیقی عضو مجلس سنا به دلایل مشکلاتی که داشتن نتونستن تا پایان برنامه با ما همراه باشن در کنار ازی با توجه به وضعیت بد امنیتی ما میخواهیم که سخنگویان نهادهای امنیتی و دفاعی را هم در بحث ها با خود داشته باشیم تا به نگرانی های مردم پاسخ بدن اما اینا متاسفانه هیچ کدامشان نه سخنگویان وزارت داخله و نه سخنگویان وزارت دفاع ملی حاضر تا به بحث ها حضور پیدا بکنن و نگرانی هایی را که مردم افغانستان در ذهن دارن پاسخ بدن میدان جنگ را که شما وضعیتش میدانین وقفه کوتاه به ادامه برنامه خوش آمدین آقای قیصاری خب فاریاب در آستانه سقوط است آنچه ما میدانیم از چهار طرف شهر فاریاب محاصره شده از طرف طالبا و به مردم ولایت گفته میشه طالبا فرصت داده که یا باید اینا تسلیم شوند یا باید شهر را بالاخره تخلیه بکنن به نیروهای امنیتی و اینا اگر سقوط بکنه چی میکنین شما؟ ما سقوط بکنه چی کنم؟ پیلن در شهر مزار هستم اینجا میتونم که شکر چهار تا قوم و چهار تا دوست جمع کده چهار تا چیره جمع کده میتونم که یک کار بکنم مگر ما فاریاب بروم تا جادوجان یک مشکل است تا جادوجان تا فاریاب یک مشکل است راه که بخیر مشکل اصلا امکان نداره که بروم تیره با ما میسر نمیشه تیره نظامی بگه مصروب است تیره شخصی هم شاید مشکل باشه ما چرا قم بروم مجبور هستم مزار هستم چهار تا قوم جمع کده همینجا چی میکنم حالا حکومت مرکزی توجه کنند ولسوالی ها رفت قریا رفت کندکا رفت اقلا داخل شهر نگاه کنند اما مزار استادتا آمادگی گرفته شما صحبت های استادتا را حتما چند روز پیش شنیدین در فیسبوک شان نوشته کرده بودن مزار را اونا نگاه میکنن به گفته خودشان فکر نمیکنین بهتر از شما در فاریاب باشین یا اونا نمیتونن مزار را نگاه کنن مزار رو نگاه کنه که باید مزار می بوده که دوست آده که کجا هست خودم می فهمیم کجا چه کار می زنه یا مریض هست یا گروخته یا کجا هست در کجا هست خودم خبر هست در مزار نیست اگر مزار می بود مزار رو نگاه میکرد دیگه مزار رو می نه کمربند شامده این شام کمربند طرف جاوجان
اخلاق گفته یا یالا که یا تو را میزنم ایشاد کمربند چیم داخل شوم مزارم داخل شوم اور یک پوریو نیست که میگم پوریو وضعیت خراب است پوریو امرقم جاوجان امرقم صادو امرقم مزار از که بدتر سامان از که بدتر خونوس که حالات سقوط است کدامش خوب است یعنی فکر میکنید استاد تا مزار را نگاه کرده نمیتونم اگر نگاه بکنه که بیشتر شب پاری مردم داخل شهرش داخل خانهش داخل قرارگاهش مردم بسش کنن حالا که ما هم خوب هستیم اینجا چهار تا قوم بسش کرده چهار تا مردم بسش کرده شش تا بله آقای قیصاری حالا سقوط ها را میبینین در ولایت هایی که من میخوام شما ولایت هایی را بیشتر تمرکز داشته باشین که شما مارشال دوستوم اونجا نفوذ بیشتر داره ولسوالی هایی که پس دیگه سقوط میکنه و محاصره است شهرهای کلانم مارشال دوستوم چرا میدان جنگ را رها کرد و رفت به ترکیه دلیل چی بود والا ما از اطلاع ندارم که اما خبر شدم که مریض بوده که مریض از اول شهر داشت من 5 سال پیش 10 سال پیش شکر داشت شکرش که بالا رفته اما قشون مریض است دیگه ما اطلاع ندارم که میدان چی یلا کردن نکرده اون ما دخ خبر نیستم ما قشون که مریض است اگر مریض میشم باید نمیرم باید همونجا توجه می بود خوب بود وضعیت این رقم نمیشد اما رفتن ماشال صاحب در ترکیه وضعیت خراب شد وضعیت شمال کلا خراب شد وضعیت شمال کلا خراب شد سعی کن این موبایل درست سه روز تقریبا 8 نو رسپانی سقوط کرده 4 5 کنده که برده پلوس تقسیم شده خب اصلا اینمون نگران کننده است باش که نمیره اما آقای قیصاری مردم میپرسن کجا است مارشال دوستم خوبی بانه شده نمیتونه که شکرش بالا شد رفت به ترکیه شما وضعیت کسانی که چند روز پیش هم به خاطر مارشال تظاهرات کرده بودن در فاریاب و والی را نمیگذاشتن را میبینین که حال در چند قدمی مرگ قرار دارن یا یک تعدادش هم جانایشان از دست داده خیزش های مردمی اردو و مردم ملکی خب مشکل نمیجاست که کاش که کار نمیشد اینم کار از حکومت مرکزی مشوره میشد اگر مشوره نشده بودم در پاریام اما کار نمیشد این هم کار سبب این همون رسوالی ها و سبب این همون کنکاش و سبب این شما شما شرق بسیار ما سر این گفت اختلاف این حکومت مرکزی اختلاف مارشال دوستم سبب این همون شد که ما شما یک مشتاد دیدم رسوالی ها سقوط شارها سقوط کنکا سقوط پوست ها سقوط کلا سقوط کرده گفت سر این پیدا شده نظر ما مشکل همون پیدا کرد یعنی ولایت های شمالی قربانی رابطه خراب ارگ با مارشال دوستم شده درست؟ پیدا همون کار شده دیگه نظر ما همون کار شده خب اگر نمیشد باید این کار نمیشد سعی کنیم در پاریاب به تاریخ شما خبر داریم پاریاب جنگ در قطالو قطال روسیا جنگ در قطال دیگه دشمن های افغانستان جنگ در اگر پاریا سقوط نمیشه مثلا باشه ما شما آزی میگیم که جوانجان هم میره سرپول هم میره مزار هم میره تخور هم میره سرمانگان بغلان هیچ کدام اشتراش شده میتونه و شما این ما مطمئن میگیم که پاریا سقوط کنه دیگه اولیت ها اشتراش شده میتونه بله یعنی فکر میکنین در عقب سقوط ها پس دست حکومت ها ارگ هست دیگه حکومت ارگ هست ما حکومت شما مستقل حکومت ارگ متهم نمی کنم او سقوط ها بسیار دستای کلان کار میکنه این دستای پاکستان هست این دستای مستقل آقای خلداد از خلداد معامله کرده ما شما رو معامله کرده معامله افغانستان معامله کرده ربارای ما شما گپایش گوش کرده ما تمام مشکل از خلداد میبینم کی معامله کرده؟ تبا تبا کرد کی معامله کرده آقای قیصاری شما الان؟ آقای خلداد آقای خلیلزاد معامله کرده ولی شما و مارشال دوستم هم میدان را رها کردین یکیتان در بلخ ششتین شما در بلخ حضور دارین شاید زیر سی سرد و مارشال دوستم هم در ترکیه شاید تداوی میکنن یا شاید هم در قصر مجللشان ششته چرا با مردمتان نیستین شما؟ ولی مردم ما نیست مردم کی است مردم بیگانه است اینجا مردم ماست ولی زادگاهتان سقوط است در دست طالب او مشکل مشکل حکومت است از حکومت بسان کنن حکومت مرکزی حکومت محلی مخالفت ما مخالفت کرده برابطانه تالستم این کار مشکل پیدا شد بله
تشکر آقای قیصری. حتما باید حکومت مرکزی از خود رئیس جمهور، از خود وزارت دفاع، وزارت داخله، اول نوام شده از امرالله صالح، معاون اول کشور، چی رقم قمانده است، چی رقم چی است، یک ولایت 8 نور اسپاره سکوت میکنه، 4-5 کنده که کنن کنده های قطع ترباز، قطع افسر، قطع تانک، قطع زیری، قطع موتر، قطع توپ، قطع دیسی، همه چیز دشمن میتونه که کسی پرسان نمیکنه. بله. چی گفتی؟ آقای قیصری، این مورد را هم فشرده بگوین، باز وقفه میگیریم. بله، اگر به شما امکانات داده شود، میتونین در این شرایط فاریاب را از سقوط نجات بتین و تصفیش بکنین ولسوالی های شهر از وجود طالبا؟ بله، ما در آمده هستم که نمونجا قطعا قوم های فاریاب ما کشته شدم و ما افتخار است امکانات داده شد و ما در آمده هستم که اقلا نگه کنم نکنم شهار را نگاه میکنم. بله. اگر نمردم اطمینان میگیرم شهار من را نگاه میکنم. درست، برمیگردیم. بله، این کار ما حاضر آمد. برمیگردیم. وقفه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدین. اما آقای پیمان، اگر جلو سقوط ولسوالی ها گرفته نشه، با این که رهبری تازه با پیام های تازه آمدن، مثلا یک پیامشان می است که افغانستان خانه طالبان نخواهد شد یا پایگاه برای طالبان نخواهد شد، هیچ نقطش، فکر میکنین عواقب باز چی خواهد بود؟ چی خواهد شد اگر جلو همین سقوط ها گرفته نشه؟ رهبری تازه منظورتان کیست؟ وزیر دفاع، وزیر داخله، معین ارشد، لوی درستیز و اینا. خوبی فکر میکنم از نظر ما بعد از مدت ها افکار شخصی، افکار قومی، افکار مادی، افکار خودخواهی یک کمی شاید تغییر کرده باشه که بین یکان کسای دیگرم بیاریم. ولی ما امیدوار هستم که تغییرات بتانه کمک کنه و این کسا و چهره هایی را که تازه آوردن اینها بتانن ممید واقع شوند برای وضعیت فعلی افغانستان. حال ما چه مخالف چه موافق هم اگه در یک کشتی روان هستیم دیگه. کلی مون شما از مطبوعات شروع تا این سیاسیون تا حکومت و دولت ورچه کس تا شورا کلی گی در یک کشتی سیم و ما فکر میکنم که خب این باید بیشتر شوه و بیشتر مخالفین خود بپذیرن اگر عقل ما به سر ما آمده باشه. اما که ما ایواز از اینکه با پا را بریم با سر را رفتیم تا اکنون خدا کنه که یک تغییرات رو راست میگه. چرا آقای قیصری؟ ما پیشترم اشاره کردم. بله. آقای قیصری خودش هم چیزی نگفت. داستان بمبارد خانهش، تا بندیگریش، تا پس دوباره پذیرفتنش، تا روان کردنش، تا همی بردن جنرال سیب دوستم که او مریض چیزی نبود. ما در صفحه خودم نوشته کردم. خب این چیزی مریض نبود. و برای شما امیر هم نگو. اونا را کی برده؟ ترکیه آمد برد. حال یک قراردادی که مسائل میدانی هوایی و اینا در این رازه های نیفته است. خودی دکتر سیبغنی هم میفهمن، خودی امرالله خان هم میفهمن، اینا هم میفهمن، همه گی میفهمن. حال من میگم قیصری در مزار ششته، همه قیصری سه، چرا اکمالش نمیکنی روانش کنی؟ خب ای اگر از نظری سیاسی، از نظری مثلا مسائل دیگری با تو مشکل داشته باشه، از اینکه در برابری طالب اساسیت داره خب میجنگه، چرا روانش نمیکنی؟ قربانش کن. شما با سرنوشت مشابه مواجه هستین، گفتین شما را اکمال نمیکنه در منطقه که میجنگید. نه، ما را اکمال، ما با ببینین ما عظمی دولت، ما خیزش مردمی داریم، عظمی دولت ما ولسوال داریم، عظمی دولت ما افراد اشخاص مان در یک حدی معمول. مثلا ما اگر 20000 مرمی کار داشته باشیم میزنیم 5000 مرمی میتن 5000 مرمی را به 100 نفر چگونه توزیع کنیم و چقدر مقاومت کنیم؟ یعنی یک سوی نیت است. قطعا است. چی است سوی نیت؟ است که اگر سبا قیصری بر فاریاب مسلط شوه شاید برای از این مشکل خلق کنه. برای تو چه مشکل خلق میکنه؟ اگر یک داستان دموکراتیک است، اگر یک داستانی که جمهوریتی که سالها جمهوریت گفته بیخ ما را کنده، اگر یک داستان جمهوریت است، خب این فردا جمهوریت میره داستان دموکراتیک تو انتخابات میکنی. خب من اگر بسیار جرأت کنم، بسیار توان داشته باشم، مینیس یک مخالف سیاسی در حلقه انتخاباتی مخالفت استاد میشه. اما تفنگ گرفته خب فعلا بر ضد نمی جنگه. قیصری خب تفنگ نگرفته به جنگه، مثلا صدها نفر دیگه تفنگ گرفتن نجنگیده. این خرد کلانی به ازلا وکیل از جنرال از دیگه این تفنگ گرفته خب نجنگیده. این منتظر است که در شرایط برای تو کمک کنه. حکومت چی بکنه؟ بسیج مردمی یا خودشان تکان بخورن؟ ببینین این حکومت شما باورتان نمیه با تمام دیدگاه های مخالفی که هست، ما ده ها بار تماس میگیریم که یک مشکلی از یار برسانیم، بچه محاصره هست، افراد محاصره، اینا تلفن های خود جواب نمیگوین. چی رسه بایی که اینا را مشوره بتی؟ ما میگم که هم کسی را گفتیم که
عقلی فلانی در پایش از گفت بگردم فلانی را که عقل نداره. یک تعداد متاسفانه کلشان کار نمیکنه و فکر نمیکنن که اگر فاریاب امن باشه ولو که بزرگاش مخالف سیاسی ما باشه، ولی ما در یک اقتدار بزرگ در ایجاد چوکات حکومت دولت و شورا حاکمیت میکنم. بله. ولی اگر فاریاب امن نباشه و از دستی ما بره، پس تو حکومت چی هست؟ تشکر. ما فکر میکنم که اینها باید تجدید نظر کنن. من نمیگم من کدام آرزو ندارم که من شخص خودم، من این آرزو دارم که تو یک کار بکو، هیچ چیزی دیگه نتی، اکمالات مهماتی بچای ما را بکو، اکمالات نان آوشانه دگش مربوطی ماست، امیره بکو برش، تو مهمات چه با وقت به زمانش برسان که امی گرفتن شد، تو هم مهمات چه نمیرسانی، ما از هیچ چیزی دیگری نمیخوایم. ولی در این شرایط ما بازم برات میگم که ما از پشت سر تر خنجر نمیزنم، ما موادم قیراکید میزند، قیبم میزند. چرا اکمال نمیکنی آقای قیصاری که آماده است در قیصار برد؟ چرا اکمالش نمیکنی؟ مثل از این واری صدها تا ایدگاه آماده است، چرا روانش نمیکنی؟ وکیلای تخاره، وکیلای بدخشانه، وکیلای غوره، بادغیسه، بخوای کامیش که آماده است، اکمالش کن، بخیز برای مرا روان نکو. بسیار تشکر. کسی را روان کن، قیتو جرمی اگه آماده است روانش کن، نیست خب باز کسایی را اجازه بتین که کار بکنن. بتین اجازه نتین مردم خودش، انشاءالله ما امیدوار هستیم که مردم یک کارهای را میکنن با او حدم و توکل پروردگار نگرانی پیش نمیاد. بله بله، خب بازو میره به جنگ خانه به خانه و جنگ خانه به خانه نمیره، جنگ معلوم است، مشخص است. تشکر. یک طرف نیروی طالب است که همراه آقای خلیلزاد ششته در اونجا قیام میجنگه، یک طرفش ما اردوی ملی و پلیس ملی و قوتهای امنیتی است که اینا کلش بچای ما هستند. ما با تو مشکل سیاسی داریم، مشکل مخالفت، تو میلیون ها روپیه را از اینجا چور چپاول میکنه، یک چند نفر میبره به خارج از افغانستان، بچه و سرباز اردو را به وقت نانش نمیرسه، ما در کنار این بچه هستیم، اینا بچه ما هستند. ما با یک نفر دو نفر دیدگاه مخالف داریم، با ده نفر داریم، با همه از این مردم خونه داریم. تشکر. آقای قیصاری، در این وضعیتی که جنگ به دروازه های شهرها رسیده، تنها مثلا در شمال کشور یا در ولایت های جنوبی هم بزن همی قسم است، پیشنهاد شما به حکومت چی هست؟ چی باید بکنم؟ حکومت پیشنهاد من هم است که حکومت های محلی بس خصوصا ولایت ولی قماندان امنیه رئیس امنیت ملی قماندان های لوا قماندان های قلرده در خوب نفرهای جنگی در افغانستان کم نیست جنرال ها کم نیست این مردم باشی جا همه جنگی دارم و شما از جادی ها از مجاهدین ها از جمعیت ملی از جمعیت ملی از اسلامی از هر یز بینجا قماندان ها داره قماندان های خوب خوب بسیش کنه راهی کنه دولت های پاریاب جادجان سرپل اینا در اونجا بسیش کنه اینا ما شخصا خود موضوع آمده هستم مقابل طالب طالب دشمن ماست طالب دشمن افغانستان است طالب دشمن مردم است طالب دشمن وطن ما شما طالب دشمن خاک ما شما ما حاضر آمده هستیم هر ولایت مرا رسم راهی کنه به قیصار بره به صفت قماندان ولایت به صفت یا قماندان لوا به صفت یا قماندان قلرده و به صفت وله ما برم که میتونم نمیتونم جلوی طالب گرفته اگر نتونستم بگم که تو نتونستی تو دلاب زدی تو دروغ گفتی به ما از جانم سیر هستم از جانم تیر هستم به خاطر مردم به خاطر ملت به خاطر خاکم به خاطر وطنم که کس حاضر نمیشه کس آماده نیست قیصاری چیه قیصاری مردم داره دیگه یک جای راهی کنه مردم دورش جمع میشه یک مشکل چی باید میکنه ما مشکل ما قد طالب است مشکل ما قد پاکستان است مشکل ما قد دستای دیگه بله بله اگه توجه نشه باز فکر میکنین چی میشه حکومت سقوط خواهد کرد فشرده تر توجه نکنه اما حکومت های مالک پیدن اما حکومت های مالک هسته و همش توجه دارم خاصیت هست غاصب هست رشبت خور هست همه چیز هست از نان مرده میزنه از نان پولوس میزنه از ماش پولوس میزنه از ماش اهمیت ملی میزنه از ماش قنش میزنه از همه چیز اینا پیسه میزنه از مردم میزنه دم شعبه که بیا شعبه ارگان های حکومت های محلی با واقعی به پیسه یک کار اجرا نمیشه یک کار اجرا نمیشه درست مردم مجبور مانده که طالب اجرا پیش طالب رفته اقلا طالب کنه دیگه کنه کنه دشپرت نمیخوره پیسه مردم نمیگیره تشکر باید رئیس های جمهور وزارت داخله مان اول وزارت دفاع ایره تخب کنه که کی چکار میکنه مانان چکار میکنه ولی چکار میکنه مانان لیوان چکار میکنه اصلا اینجا کسی تخب نمیکنه کسی ردش نیسته هر کس هر کار کنه اونجا خلاص
جز کسا نمی کنن. تشکر آقای قیصری. درست. چی مانده؟ چی مانده؟ پاریاب زیاد کنه 14 اولیس باید داره 14 اولیس بانی پاریاب بله جام شده اینا نمیتونه این کارو بکنه. با خدا من سکوت میکنم. اگه پاریاب سکوت کرد پاریاب میفهمین که دروازه پاریاب قیصر بود، دروازه شمال پاریاب است. اینا با شما شاهد باشین که خدا نخواد پاریاب سکوت کنه. این جواب جان مزار سمنگانی سرکول دیگه بسیار تشکر. بله بسیار تشکر آقای قیصری عزیزی که در برنامه با ما حضور پیدا کردین. شما هم تشکر آقای پیمان که به برنامه حضور پیدا کردین. بله بچینن همگی آدم شویم، افغانستان از این بحران نجات بتیم. بله و تا سبا باید دولت افغانستان تیم مذاکرهش ختم کنه بیاره اینجا میدانهای جنگ گرم کنه. تشکر بسیار تشکر از حضورتان در برنامه. شما هم تشکر که بس ما رو دنبال کردین. تا بعد خدا نگهدار.